با سلام دوباره به قسمت سوم برنامه خوش آمدید. به برنامه فرهناز، خوددرمانی و خودشناسی. تایمرم هم زدم. حالا صحبتی شد که مثل اینستاگرام برنامه یه ساعت اجازه میده که لود بکنید. یه منفعت نیم ساعت کردنش اینه که اطمینان سیوش بیشتره. بعضی اوقات شده پیش آمده که موبایل من ظرفیت ذخیره نداشته و سیو نکرده اون قسمت رو، که خب اینطوری من بعضی وقتا برمیگردم یه چیزایی رو دیلیت میکنم که بتونم یه قسمت های دیگر رو سیو کنم. اگه بعضی اوقات اگه یهو بعد از یک ساعت برنامه من اینا متوجه بشم، کل یک ساعت برنامه رو از دست میدم. اینطوری اقلا اون قسمتی که ممکنه بعضی وقتا نیم ساعتش سیو نشه. در هر جهت حالا دیگه یه مقدار عادت شده این نیم ساعت قطع کردم، ولی فکر میکنم منافعش بیشتره نیم ساعت به نیم ساعت کردن، هم از این لحاظ که یک ساعت برنامه از دست نره، همین که لود کردنش برای افرادی که در ایران هستن راحتر میشه. چه کارمایی الان داریم بستگی به شرایطتون داره. شرایطتون آشکار میکنه که چه کارمایی دارید. الان اکثرا کارمایی مالی دارن، کارمایی ازدواج، کارمایی اجدادی، کارمایی کلام، کارمایی دروغ، کارمایی طلاق، تو هر زمینه کارما میتونه باشه. کارما یعنی اون انرژی که دادی و بهت برمیگرده. در هر زمینه هر کسی میتونه کارما داشته باشه. کارمای عظیمی در کل کره زمین، نه فقط ایران. خب بله، الان در تغییرات هست. ببین مثلا خود این همطور که من فکر کنم تو برنامه قبلی گفتم، یه سری مشکلاتی که شما تو زندگی شخصی تجربه میکنی همون درس ها برای جامعت هم هست. مثلا من تو زندگی خودم سختیایی داشتم و معمولا موقعی هم که در بحران سختی هستی احساس بهت میده که انگار کل زندگیت همینه و انگار یه چیز دائمی و ابدیه. ولی الان که گذشته و پشت سر گذاشتم، ارزش اون سختی ها رو میبینم. همین سختی ها هستن که به من کمک کرده درخواست آگاهی بدم، دنبال آگاهی ببرم، برم و این دانشی که الان دارم نتیجه سختی های زندگی من بوده. من اطلاعات به راحتی به دست نیاوردم. کسی نشسته اینجوری به این راحتی بر من تعریف کنه که من میشینم بر شما تعریف میکنم. ولی ثمره زحمات و سختی زندگی من، میوه این زحمات الانه که من میتونم در خدمت شما باشم و به شما کمک کنم. ارزش زحمات سختی های من این اطلاعاتیه که بهش آگاه شدم. حالا همونطور که مثلا من تو زندگی شخصیم یا هر کسی، تو اون موقع که تو بحران بودم احساس میکردم این کل زندگی منه، انگار یه حسی بهت میده انگار اول آخر همینه و همین خواهد بود. وقتی میگذره متوجه میشه خب آخه خدا شو گذشت، موقت بود. حالا یه سری این تجربیاتی که تو زندگی شخص خودمون داریم همین درس ها برای جامعه هم هست. الان که جامعه داره با یه سری مسئله روبرو میشه، حس میکنه آه همیشه همینه، همیشه بوده و خواهد بود. ولی این دیدگاه کاذبه. حقیقت مطلب اینه که کل این سفر، سفر این تناسخ از موقعی که به دنیا میاد تا موقعی که به دنیا میری موقته. چیزای ما بینه به دنیا آمدن و رفتن هم موقته و همش میگذره. کشورهای دیگه بودن که دورانهای بدتر از این داشتن، مثل آلمان، دوره‌ای که تو زمان نازی داشتن که واقعا دوره جالبی نبوده. و تو اون شدت بحران که افراد قرار گرفته بودن به نظرشون میمده که ابدیه و همیشه همینه. ولی الان میبینید که سالیان سال ازش گذشته و الان آلمان در آرامش و تعادله. ایران هم الان داره یه سری چیزا رو طی میکنه برای هدف بیدار شدن مردم و ایجاد تغییر در جامعه. هدف اذیت شدن نیست. ولی وقتی ما یه سری چیزا رو انکار میکنیم، محل نمیذاریم، همونطور که تو زندگی خودت اگه یه سری مسائل محل نگذاری تو هر زمینه ای، حتی مثلا اگه
دندونت مشکل داره، دندونت مثلا یه مقدار خرابه، تو اگه اینا محلش نگذاری، قبل از اینکه به درد بیفته بهش رسیدگی نکنی، خب وقتی به درد بیفته بعدم یه خورده دیگه هم هی محلش نگذاری، پاکسازی نکنی، پدرت در میاره اگه تو بهش رسیدگی نکنی. حالا اون کسی که محل نمیذاره اذیت میشه، پدرش هم در میاد، بعد بره بیشتر رو دندونش کار بشه، پول بیشتری هم بده. کسی که نه، مثلا 6 ماه به 6 ماه دندوناش رو چک میکنه و حواسش جمعه، مثلا اگه یه خال کویتی هم بشه، دکتر اینو میبینه، خیلی سریع هم رفت میکنه، هزینهش هم کمتر میشه. چرا؟ چون حواسش بوده جلوگیری کنه، صبر نکرده تا کار به جای باریک بکشه. ولی جامعه ما اینو یاد نگرفته هنوز که تو باید حواست باشه، تعادل ایجاد کنی، مهربان باشی، متحد باشی. اینا جامعه ما یاد نگرفته، ولی باید یاد بگیره، جزی از درساشه که صبر نکنی تا کار به جای باریک بکشه، صبر نکنی تا از شیر آبتون آب و گل بیاد، به محیط زیستتون رسیدگی بکنید زودتر از این. اینا همش پیامه، پیامه که بی محلی کردی، پیامه که بی توجهی کردی، پیامه که آگاه نیستی، خوابی، وقتشه که بیدار بشی. نداهایی که تو زندگی شخصی خودت و حتی جامعت میاد، وقتی هی محل نمیذاری، مثل همون دندونه، وقتی محل نمیذاری یا آگاه نیستی، پشت گوش میندازی، بیشتر 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 میشه، شدت میرسه تا موقعی که مثل همون دندونه، تا موقعی که دندونت به شدتی درد میگیره که دیگه مجبوری بری دندون پزشک. محیطم وقتی هی محل نمیدی، هی زباله تو آب میریزن، هی رودخونه ها رو مراقبت نمی کنن، دریاچه ها رو تمیز نگه نمی دارن. وقتی به محیط زیست احترام نمیگذاری، بهش توهین میکنی، سوء استفاده میکنی، انعکاس میده. خب دیگه این همه بیتوجهی کافیه؟ مادر زمین هم دیگه داره پیام میده دیگه بسه، وقت بیدار شدن و تغییره. اوکی، 20 دقیقه وقت داریم، من میخوام تمرین آقای لری، شما میتونید به تلگرام من، اگه میخواین تو کلاس ازدواج شرکت کنین، از واتساپ درخواست بدید، چون من پیامای اینستاگرام هم به اون صورت چک نمی کنم. شما از واتساپ درخواست بدید برای کلاس ازدواج، شماره هم که فکر کنم پین کردم روی صفحه 925 947 9470 روی صفحه پین کردم. مشکل سر، نه مشکل سر ریشه کارمایی داره. برای این مشکل جناب راج 2000 یه پیام از طریق واتساپ بفرستید برای یه وقت مشاوره، یه وقت مشاوره با من بگیرید. این مشکلتون رو عنوان کنید، مشکلی که دارید، از طریق واتساپ و درخواست وقت مشاوره بدید. از واتساپ 925-478-9470. بلسینگ برای آگاهی. هدف داشتم برای چیز دیگری، حالا راجبش فکر میکنم. اوکی، اجازه بدید که چون 20 دقیقه وقت توپ رنگین کمان انجام بدیم. کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف.
بدنتون کمی ریلکس کنید. این خورشید هم خیلی نماد قشنگیه برای نماد خورشید که کمک میکنه برای تصور. که همچنان خورشیدی به ایران میتابه، نور خالق به ایران میتابه. اوکی، برای عزیزانی که اولین بارشن توپ رنگین کمان رو تمرین میکنن، توپ رنگین کمان یک وسیله الهیه که خالق برای ما فراهم کرده برای درمان و تغییر. استفاده از توپ رنگین کمان بسیار ساده است که توی تمرین الان انجام میدیم و شما متوجه میشید که چه تأثیری داره. یه مقدار بیشتر توجه میذاریم روی محیط زیست و کره زمین و آب و یه سری چیزهای دیگه. کف پای روی زمین، ستون فقرات صاف، سر کمی بالا، چشماتون رو ببندین، کف دستتون رو میتونید باز روی پاهاتون بذارید. با من تکرار کنید. از توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی درخواست میکنیم به آبهای ایران، به دریاچه ها، رودخانه های ایران، به حتی آبهای شور و آبهای شیرین ایران در تمام شهرها اونطور که صلاح، بلسینگ بده برای زلالی و عشق و افزایش و تعادل. سلام به توپ رنگین کمان ارسول آرامش الهی، از تو درخواست میکنم بلسینگ بده به همه آبهای شیر و شور شیرین و شور ایران، به تمام رودخانه ها، دریاچه های ایران. بلسینگ بده به آب شیرین و شور ایران برای افسایش زلالی و بلسینگ عشق و حس قدردانی به آبهای شیرین و حتی آبهای شور و رودخانه ها و دریاچه ها و حتی باران. بعد شروع میکنیم ذکر گفتن. با من ذکر بگید. توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی. این توپ رنگین کمان همزمان میتونه چند تا کار انجام بده. از توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی درخواست میکنیم به روح بزرگ مادر زمین بلسینگ عشق بده و حس قدردانی برای خدمت بزرگی که به ما میکنه. توپ رنگین کمان ارسال آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسال آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسال آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسال آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی درخواست میکنم به کل محیط زیست ایران بلسینگ بده برای عشق و برکت و تعادل. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی درخواست میکنم به تمام شهرهای ایران، به زمین ایران بلسینگ باران بده آنطور که به صلاح هست. بلسینگ باران. توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی.
از توپ رنگی کمان ارسول آرامش الهی درخواست میکنم به تمام درختان ایران، به تمام حیوانات ایران، مخصوصا آنهایی که در مسیر نور هستند، بلسینگ بده برای عشق و آرامش آنطور که به صلاح هست. توپ رنگین کمان ارسول آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسول آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسول آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسول آرامش الهی. از توپ رنگین کمان ارسول آرامش الهی درخواست میکنم به کارمای گروهی خوزستان و سرزمین خوزستان درمان بده آنطوری که همه در عشق و آرامش باشند. توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی. از توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی درخواست میکنم به تمام حیواناتی که در ایران هستند و به نور خدمت میکنند بلسینگ بده. توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی. از توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی درخواست میکنم که بلسینگ بده به مردم ایران و سرزمین ایران برای بلسینگ عدالت الهی و عشق الهی و حکم الهی تو بی حضور داشته باشه در ایران و سرزمین ایران. توپ رنگین کمان ارسول آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسول آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسول آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی. از توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی درخواست میکنم بلسینگ سلامتی جسمی بده به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن. توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسوه آرامش الهی. اگه بکنم فعلا بسه، چون اینجا اتاق من خیلی داغ شده، من یواش یواش دارم میپزم. شما میتونید تا همطور که گفتم توپ رنگین کمان همزمان میتونه چند تا کار انجام بده. شما خودتون میتونید برای تمام مسائلی که دارید بلسینگ برای شغل بهتر برای کل مردم ایران که به نور خدمت میکنن، بلسینگ بهبودی روابط، بلسینگ عشق، بلسینگ باز شدن قلب ها، بلسینگ آگاهی بیشتر، بلسینگ هماهنگی با ذهنیت الهی، اینکه مردم قلبشون باز باشه با هم مهربانتر باشن، هر چیزی رو شما میتونید از توپ رنگین کمان درخواست کنی برای کل مردم ایران که به نور خدمت میکنن. حتی اگه مشکل شخصی داری، مثلا خودت مشکل مادی داری، بگو از توپ رنگین کمان صلح عشق آرامش الهی درخواست میکنم به من و تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن بلسینگ بده برای فراوانی و ثروت. اوکی، من کامنت ها رو باز میکنم. میتونید حسی که با این درمان داشتید عنوان کنید. توپ رنگین کمان بسیار اثرپذیره. خیلی رپورت های خوبی ازش من دریافت کردم که به طور خیلی شگفت انگیزی تاثیرات بسیار خوبی داشته در شرایط افراد.
بدون ریشه یابی درمان بدید، میتونید این کارو بکنید ولی ریشه یابی خیلی کمک میکنه. ولی بله میتونید بدون ریشه یابی درمان بدید. فکر کنم البته هوا گرم هست الان، دیروز و امروز، دیروزم خیلی گرم بود و من چون کولر یه مقدار صدا میده، چون از این کولرهای دیواری خیلی یه مقدار صداش زیاده، من خاموشش کردم که مزاحم برنامه نشه، ولی خب اتاق یه مقدار داغه. من احساس میکنم من خیلی زیاد برنامه رو طولانی نکنم بهتره. ولی بله میتونه از این خورشیدم باشه. شکر برای مرسی ازم، شکر از وجود شما. درخواست گل برای کارما، این تکنیک های کلاس رو اینجا جواب نمیدم، اینا بعد تو کلاس بپرسید. خوشای انگور جواهرات، بسیار خوب. من خیلی داغ شدم، کندلینیتون فعال شده. این تمرین نمیشه تکی هم انجام داد؟ بله، فقط خودتون که تکی انجام میدید، مخصوصا اگر درخواست برای خودتون یا یه شخص مشخصه، زمانش 3 دقیقه، خیلی طولانی نباشه. یا میتونید مثلا 3 دقیقه صبح، 3 دقیقه شب، ولی در هر دفعه 2-3 دقیقه بیشتر نباشه اگه یه چیز مشخصی برای خودتونه. اگه درخواستی که داری میدی بر کل جمعه تا 5 دقیقه اوکیه، ولی اگر مثلا برای خودت و فرزندت دارین درخواست میدی که مشخصه، 3 دقیقه کافیه تو هر دفعه، چون این توپ رنگین کمان ارتعاش بالایی داره. لازم نیست یه نیم ساعت بشینی تمرین رو انجام بدی، همین 2-3 دقیقه اگه روزانه 2-3 دقیقه این کارو بکنی تأثیر پذیره. توپ رنگی کمان عرض کردم این یه وسیله الهیه که خالق برای ما خلق کرده که ما بتونیم به شرایطمون و خودمون درمان و تغییر بدیم و در بعد بالاتر قرار داره. وقتی ما ازش استفاده میکنیم میاد کارو انجام میده و میره تو بعد بالاتره. حس شادی، بسیار خوب. خمیازه کشیدم، بسیار عالی. به غیر توپ رنگین کمان چیز دیگه ای هم هست مثل رنگین کمان کارایی داشته باشه؟ خب توپ رنگین کمان بسیار کارایی داره دیگه، چه چیز دیگه ای میخوای؟ از توپ رنگین کمان شما میتونید برای خودت و دیگران و بسیار توانمند برای کل مردم ایران استفاده کنید دیگه، چی بهتر از این؟ تکنیک هایی هست که من تو کلاسام آموزش میدم، میتونید تو کلاسام شرکت کنید. بشینیم و چشمامون رو ببندیم. اینطوری خوبه، بیشتر حسش میکنید، بیشتر دریافت میکنید، ولی میتونید تو حالت حرکت و ایستادن بگید، اشکال نداره. اثر کلام اگه بگیم نه بابا نمیشه، مانع انجام این کار میشه یا نمیشه؟ کلام تأثیر پذیر هست چون تو ذهن تأثیر پذیری میذاره و ذهن انعکاس میده. حالا تا چه میزانی این دیگه بستگی به خودتون و شنونده داره، ولی تأثیر پذیر هست. بله کارمای کلام هم داریم. Charging pause. Battery temperature too high. آه میگه که باتریم داغ شده. اتاق داغه. بذار ببینم چقدر باتری دارم. آه باتریم هم کمه. اوکی نمیدونم اگه از چارج درش بیارم. بذارین این فیچر رو ببندم. شاید این فیچر نمیدونم اگه مصرف باتری رو تأثیر میده یا نه. فیچر رو بستم ولی موبایلم خیلی داغ شده. نمیدونم اگه یه وقت باتری تموم کنه چون باتری هم کامل چارج نیست. اوکی حالا یه خورده ببینم 4 دقیقه وقت داریم. من فکر کنم بریم سراغ، چون ممکنه موبایلم دوام نیاره خیلی داغ شده، بریم سراغ درمان و بلسینگ که
که اینم انجام بشیم. برای درمانی که به ستون فقرات دادم درمانی که به ستون فقرات دادم دفعه پیش بسیار خوب بود، خیلی رپورت های خوبی داشت. دو تا از شاگردان من گفتن که یه مشکلی که تو ناحیه کمر اینا داشتن که مدت زیادی بوده کاملا رفع شد، تو همون یه درمان کاملا رفع شد، خیلی رپورت های خوبی داشت. تو این جلسه یه درمانم به کارمای جسم دادم از کانال تلگرام صبح. الان میخوام یه درمان بدم به کارمای سیستم تنفسی که شامل های ریه و دماغ و سینوز و دهن و ناحیه میشه، کل سیستم تنفسی یا قلب و اینا همه بهش ربط پیدا میکنه، چون ما سیستم تنفسی به لول اکسیژن قسمت مهمی، البته همه قسمت های بدن قسمت مهمیه، قسمتی نداریم تو بدن که مهم نباشه، همه مهمه. خب این هی پیام داره میگه که داغ شده، هی پیام میده که باتری داغ شده. اوکی، شاید بهتر باشه من اینو در بیارم از چارج، حالا ببینیم چی میشه. اگه یه خاموش شد بدونید باتریم تموم شده. اوکی، بذارید سریع این کار رو انجام بدیم. اوکی، درمان به سیستم تنفسی. کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف. درمان به سیستم تنفسی. نفس های عمیق، کف پا زمین، ستون فقرات صاف، سر کمی بالا. ذهنی میتونید بگید من آماده دریافتم. اوکی، یه پاکسازی انجام بدید. سه بار بگید از فرشتهای نگهبانم درخواست میکنم فضای من پاکسازی کنید، از فرشتهای نگهبانم درخواست میکنم فضای من پاکسازی کنید، از فرشتهای نگهبانم درخواست میکنم فضای من پاکسازی کنید. اوکی، فکر کنم من قطع نکنم، بلسینگم بدم بعد دیگه خدافزی کنم، چون فکر نمی کنم موبایلم داغ شده ممکنه کشش نداشته باشه. میتونید یه مقدار رپورت بدید از تجربتون با درمان خیلی کوتاه و بعد برم سراغ بلسینگ. کولر روشن کنم، خیلی صدا میده، بعد ممکنه شما صدا من خوب دریافت نکنید، ضبط هم میشه صداش، ممکنه مورد ایجاد کنه.
حالا دفعه دیگه، حالا شاید دفعه دیگه هوا بهتر باشه، ببینیم چی میشه. دفعه دیگه شاید پنکر بذارم اگه داغ بود، که موبایل خنک کنه، خیلی هم صدا نمیده. عالی بود. بلسینگ، بلسینگ برای حس نشاط، همون بلسینگه که صبح دادم، الانم خواهم داد. چند تا کبوتر سفید از تو سینم پر زدن رفتن، چه عالی. خب شما میتونید از ضبط برنامه هم درمان دریافت کنید، ولی خب روزی یک بار بیشتر نباشه. من از خالق درخواست دادم که اجازه زیاده روی ندن به این، ولی میتونید روزی یک بار از ضبط برنامه برای درمان استفاده بکنید. به کانال تلگرام من رجوع کنید، فرهنازجه 2016 و فرهنازجه 2017، برنامه ها اونجا هست. آبشار در قفسه سینه، چند تا کبوتر سفید از تو سینم پر زدن، نفس هام عمیق‌تر شد. یه چیزی هم باید به خودمون در طی روز یادآوری کنیم، ما خیلی نفس های کوتاه کوتاه میکشیم، این اکسیژن کافی به ریه ها نمیده. بعد در روز چند بار در روز به خودتون یادآوری کنید 3 تا نفس عمیق. این خیلی کمک میکنه در حس آرامش و تعادل. نفس عمیق که یعنی نفس تا شکم بیاد پایین و از شکم بیاد بیرون. ما تا اینجا خیلی وقت نفس میدیم، اینطوری کوتاه نفس میکشیم خیلی وقتا، این اصلا اکسیژن کافی به ریه ها نمیده. در روز چند بار، 5-6 بار در روز، شدن بیشتر، به خودتون یادآوری کنید 3 تا نفس عمیق تا بکشید، به تا نفس تا شکم بدید بیرون. این خیلی به شما کمک میکنه، به حس آرامش خیلی کمک میکنه. تپش قلب مثل بوی مشک، بسیار خوب. من نمیدونم مشک چه بویی میده، ولی حتما بوی خوبیه. یه در بزرگ مشکی دیدم، پشتش نور بود، بسیار خوب. من یه رنگ سبز بسیار روشن دیدم. وسط پیشانیم بین دو ابرو احساس جریان انرژی، این ایگو، این به دلیل ایگوس یا چشم سوم؟ چشم سوم. عالی بود چرخش، ممنون. اوکی بذارید بلسینگ بدم تا موبایلم فعاله. مرسی از پیام ها. مشک عطره. اوکی بلسینگ برای حس نشاط. کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف. اوکی اوکی. یه پاکسازی دیگه هم انجام بدید. 3 بار بگید از فشتای نگهبانم درخواست میکنم فضای من پاکسازی کنید. این بلسینگ برای این حس نشاط بود، چون این فکر میکنم یه چیزی که تو جامعهمون خیلی لازم داریم، که در هر شرایطی به خودمون اجازه نشاط بدیم. این خیلی تلقین میشه که خب حالا چون این مشکل دارم، چون اون مشکل داره، چون این مسئله تو جامعه، تو شهرم، تو کشورم،
تو کشورهای دیگه. اینا این داستان ها همیشه بوده. شما باید به خودتون بهانه شاد بودن بدید. دنبال بهانه برای شاد نبودن نگردید. دنبال بهانه برای شاد بودن پیدا کنید. در شاد بودنه که به خودتون و دیگران کمک میکنید. در فعال کردن دانلود گوی طلایی به اونجایی که دانلود شده باید توجه بدید. معمولا طرف های چاکرای یکه. خدا حفظتون کنه. شما را هم خدا حفظ کنه. درود بر شما. سرم به اطراف حرکت میکرد. در حال رقصیدن بودم با لباس های زیبا. بسیار خوب. صورت و سرم داغ شد. قشنگ حس کردم. سپاس فراوان. ممنون از شما. موقع بلسینگ پوستم خارش پیدا کرد. قرار بود شاد بشید. درخواست خارش نبود، درخواست شاد بودن بود. ممنون. درود. مثل همیشه مرسی ازم. من الان سوال جواب نمیدم دیگه. نور سفید وسیع دیدم. سپاس. این بارم چیزی حس نکردم اما خیلی آرام بودم. بسیار عالی. هیچی حس نمی کنم. اشکالی نداره. دریافت میشه. من گلوم میسوخت و سرفه کردم. نشونه چشم سوم چیه؟ هم معمولا یه چیزایی ممکنه ببینید ماورایی. اینجا ممکنه احساس درد و فشار بکنید. اگه احساس میکنید آمادگی دارید تو کلاس ترمی من شرکت کنید. موقع خواب شگم. این کلمتون رو من قبل از درخواست، این کلمتون من نمیدونم یعنی چی. درخواست، شما هر مشکلی داری درخواست برش میدی. سه بار قبل از خواب احساس سبکی کردم. دارم پرواز میکنم. خب چه خوب. تندرست باشید. شما هم همینطور. استاد من زندگیم خیلی پربرکت شده. خدا رو شکر. صد هزار مرتبه شکر. قبهای صورتی دیدم. سلام. خیلی عالی بود. سپاس از زحمات. مرسی. ممنون که در گرمای هوا لطف کردین برای ما درمان بلسینگ دادین. مرسی. یه پنگری چیزی لازمه. باد بزنی. البته اینجا باد بزن نداریم. سپاس بیکران. مرسی. آقای لری من جواب شما رو دادم. احساس گرما انرژی کف دست و بیچانی. ممنون. حس شادی از ته دل به هم دست داد. انشالله همیشه خودت هم شاد باشی. مرسی. عطسه کردم. اکلیل های نقره ای رو ریختن. تاج زرشکی و سفید روی سرم. بسیار خوب. زارن بلسینگ به شما دادم به چاکرای هفتمتون. شما عزیز ما هستید. متشکر ازم. شما هم عزیزی. ممنون برای بلسینگ. خداحافظتون کنم. متشکر. بسیار عالی. گریه میکنم. استاد ازتون انرژی میگیرم. خیلی دوستت دارم. مرسی. ممنون. مرسی از شما. بلسینگ. قلبم از شوق میخواست از جاش در بیاد. چه خوب. مهربون. مرسی. شما هم همینطور سلامت باشین. نیم ساعت بیشتر شد. ممکنه سیو نشه. بله. هدفم اینه که دیگه تمومش کنم که یه وقت وسط کار قطع نشه. من به خودم فکر کنم. عاشقم. بسیار عالی. خدا رو شکر. اوکی. بسیار خوب. من دیگه خدافظی میکنم که یه وقت دیگه موبایلم وسط کار مشکل پیدا نکنه تا یهو نسوزه. تا فعلا داره کار میکنه یه خورده بهش استراحت بدم چون خیلی داغ شده. پشتم دست میزنم. خیلی داغ شده. از حضور همگی شما بسیار سپاسگزارم.
تا جلسه بعدی دوشنبه ها 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، 11:30 شب به وقت ایران، از 11:30 شب به وقت ایران، از حضور همگی شما سپاس دارم. یادتون باشه جلسه جواب سوال بعدی سه‌شنبه 11:30 شب به وقت ایرانه. اگه سوالایی دارید که جواب داده نشد در این جلسه شرکت کنید. از حضورتون بی‌نهایت سپاس، از خالقم سپاس، از موبایلم که همکاری کرده هنوز کار میکنه سپاس. شب و روزتون خوش.